سلامت، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام دانشگاهمون رو بهتون معرفی کنم. یه دانشگاه خوشگل با هزینه خیلی 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 کم توی یه جای خوب توی آلمان که میتونید رایگان بیان اینجا تحصیل کنین با هزینه زندگی بسیار پایین. رشته‌های متنوع، خیلی رشته‌های خوبی داره و همه جای دانشگاه میخوام نشونتون بدم. حالا جای کوچولوشو ویدیو نگرفتم ولی بقیه جاهاشو نشونتون میدم. و خبر خوب این که چند تا رشته توی دانشگاه ما هستش که با هر بک‌گراندی که دارین تو هر رشته لیسانس دارین میتونید برای ارشد برای این رشته بیان. یکیش کارآفرینیه، یکیش مدیا ساینسه. شما با لیسانس هر رشته‌ای، مثلا لیسانس فیزیک داری، لیسانس ریاضی داری، برق، مکانیک، نمیدونم معماری، لیسانس هر چیزی که داری مهم نیست، میتونی برای کارآفرینی ارشد بیای اینجا اپلای کنی و فقط یه آیلتس 6.5 میخوان. اگه اونو داشته باشی میتونی بیای اینجا و اگه متأهل خانوادت هم بیاری، اونجور همسرت و بچه‌هات هم بیاری، بیای آلمان، ویزای آلمان بگیری، بیای اینجا درس بخونی 2 سال. درسش هم خیلی آسونه. بعد حالا دوستایی که من دارم زیاد مثل درسای مهندسی سخت نیستش. خوب بعد چی دیگه، خیلی راحت میای آلمان، فقط یه آیلتس 6.5 میخوای و حالا اگه نمرات لیسانست خوب باشه یه کوهن مثبتیه. و ما بریم دانشگاهمون رو نشونتون بدم. اوسوستفالن لیپه تکنیکال یونیورسیتی آف اپلاید ساینس، آلمانش هم میشه تشنیشه هوخشول اوسوستفالن لیپه. دانشگاه ما حدود 7000 تا دانشجو داره که حدود 30% دانشجوی بین الملل هستن و کلی رشته توی مکته کارشناسی ارائه میده. حالا من با اونا کاری ندارم و 22 تا پروگرام یا همون رشته میشه گفت توی مکته ارشد ارائه داده که میتونید از بین این 22 تا یکشو انتخاب کنید و بیاین اینجا درس بخونین، حالا مستقی به رشته لیسانستون. و خب اکثر این پروگرام ها، این رشته هایی که ارائه داده، هم به انگلیسی ارائه شده هم به آلمانی و بعضیاشون هر دوشون میخوان. حالا یه 2-3 تا رشته هستش که هم آلمانی میخواد هم انگلیسی میخواد. و از امکانات دانشگاهمون بهتون بگم. دانشگاه ما کلی امکانات برای همه رشته ها داره. حالا قسمت های جنرالش مثل سلف و کافتریا یا مثلا قسمت آستا یا همون اتحادیه دانشجوها که پارتی ها رو برنامه ریزی میکنن، ایونت های مختلف رو مثلا پلان میکنن، برنامه ریزی میکنن. با اونا حالا کاری زیاد نداریم. حالا نشونتون میدم. اگه تو این ویدیوهایی که نشونتون میدم کسی تو دانشگاه نیست، علتش اینه که من تو یه روز تعطیل رفتم دانشگاه که راحت ویدیو بگیرم و کپی رایت و اینا نخوره که مثلا فلانی بیاد شرکت کنه که چرا تصویر منو تو یوتیوب گذاشتی اینا. برای همینه روز تعطیل رفتم و دانشگاه بسته است در واقع. ولی اگه دوست داشتین که یه روز باز برم داخل همه آزمایشگاه ها و مثلا اسمارت فکتوری اینا رو نشونتون بدم، حتما بهم بگید بیام براتون ویدیو میسازم. قبل اینکه امکانات دانشگاه قسمت های مختلفش رو نشونتون بدم، بهتون بگم که دانشگاه ما توی 3 تا شهر قرار گرفته. ساختمون اصلی و اکثر دانشکده ها توی لمگو هستن که یه شهر کوچیکی حدود 50,000 نفر جمعیت داره و بخش اصلی دانشگاه اونجا هستش. ساختمون اصلی، لابراتوری اصلی اونجا هستن. رشته‌ای مثل برق، آیتی، مکانیک و اکثر رشته مهندسی تو همین لمگو هستن، مربوط به صنعت و اینا. بخش دوم دانشگاه ما توی شهر دتمولت هستش، جایی که من زندگی میکنم. چند تا دانشکده مثل دانشکده معماری، عمران، مجسمه سازی، مدیا ساینس و چند تا دانشکده دیگه تو این شهر قرار گرفتن و شهر دتمولت بزرگتره، نزد حدود 100,000 نفر جمعیت داره و برای همین من اونجا زندگی کردم، اومدم اینجا که خب یه ذره بزرگی آدم حسدش سر نمیره. و قسمت سوم دانشگاه ما کمپس هوکستر هستش که چند تا دانشکده هم اونجا داره، مثل دانشکده لندسکیپ، بعد اون یکیش یادم نیست، حالا چند تاش هم اونجا هستش. و حالا بستگی به این که تو کدوم شهر و چه رشته‌ای دارید میخونین، امکانات لازم برای اون رشته رو دانشگاه فراهم کرده. به عنوان مثال توی لمگو که الان من نشونتون میدم، از نظر من مهمترین ساختمون و مهمترین بخشی که وجود داره بخش سنتروم اینداستریال آیتی هستش، یا همون CIIT، که این بخش یه جورایی پول ارتباطی بیزینس، شرکت ها با صنعت و دانشگاه هستش که همه شرکت ها رو آوردن اینجا نمایندگی دارن، مهندس هاشون میان توی دانشگاه بهتون درس میدن. مثلا ما یه درسی داشتیم، یکی از مهندس های ارشد شرکت فوگانهوفه استادمون بود به ما درس میداد.
چون این درس مربوط به اون شرکت زیرساخته اون شرکت میشد و داخل این ساختمان CIIT چند تا آزمایشگاه و بخشای کامپیوتری و اینا برای بچهای IT و برق و بچهای کارآفرینی ایجاد شده و میتونن از این امکانات استفاده کنن. چند تا از کلاسای ما هم تو همین بخش بود، چند تا از استادام هم دفترشون تو همونجا هستش، تو اون زمینه کار میکنن. مثلا استاد من تو اونجا هستش، من هی میرم و میام. و ما شرکت های خیلی زیادی توی دانشگاه ما هستن که میتونید باهاشون ارتباط بگیرید، براشون اپلای کنید، اونجا کار پیدا کنید و کار کنید. یکیش همین فراینهوفر است که یکی از شرکت های بزرگ و معروف و شناخته شده توی آلمانه، یه شرکت اینترنشنال خوشنام و خیلی خوبیه که حقوقای خوبی هم میده، میتونید براش اپلای کنید و کار پیدا کنید. حالا بعضی اکثر کاراش به آلمانیه، باید آلمانی بلد باشین و حالا بعضی کارا به انگلیسی هم ارائه میشه توی سایتشون. اگه نگاه کنین، منم اپلای کردم یه بار برای یه پوزیشنی، منو برنداشتن، ریجکت شدم، حالا باهاش کاری ندارم، ولی چند تا از بچه اونجا کار میکنن. این شرکت توی بخش صنعت اینداستریال 4 کار میکنه و صنعت خیلی قوی داره و بچهای IT و برق میتونن توی اینجا کار کنن رو پروژه تحقیقاتی و پروژه دیگه. بخش بعدی سمارت فکتوری هستش. یه ساختمانیه که توی این ساختمان یه سری دستگاه‌ها و امکانات برای دانشجو فراهم شدن، اونایی که رشتهشون مربوطه. مثلا دانشگاه ما یه رشته داره فود ساینس، علوم غذایی، که در مورد مواد غذایی و مثلا نحوه تولیدشون و مثلا، حالا من که نخوندم نمیدونم دقیقاً چی یاد میگیرن، حالا این به اونا بیشتر مربوطه. یه دونه فود فکتوری داریم که اونجا کار میکنه. اسمارت فکتوری هم همه اینا رو داره، یعنی بخش صنعت رو به ساینس وصل میکنه. اینم این ساختمون مشکی هم ساختمون فود فکتوری هستش که همون علوم مربوط به مواد غذایی و توسعه صنعت غذایی اینا اینجا آزمایش میکنن و مربوط به اونا هستش. این ساختمون هم مربوط دانشکدهه که معماری عجیبی هم داره، مربوط دانشکده کارآفرینی. اگه کارآفرینی بخونید خیلی به این ساختمون قرار بیاین و برین. یه ساختمون جدید هم افتتاح شده، سال پیش افتتاح شد و کلی ساختمون جدید دارن میسازن و آزمایشگاه قدیمی رو دارن نو میکنن و کلی امکاناتی که داره در حال ساخته که تابستون امسال یکیشون افتتاح میشه. شهر لمگو هم که یه تیم هندبال خیلی معروف داره، تو دسته یک آلمان بازی میکنه و ورزشگاهش تو همین چسبیده به دانشگاه ما هستش که میتونید بهت بازیارم نگاه کنید. من زیاد علاقه ندارم و تا حالا نرفتم. و اونایی هم که خب قراره بیایم مثلا تو دتمول درس بخونید، معماری میخواید بخونید یا مدیا ساینس میخواید بخونید، امکانات خیلی خوبی داره. نمیدونم، از پرینتر سبودی بگی، کارگاه‌های مختلف. اصلا یه ساختمانی در نظر گرفتم واسه بچه‌های معماری، اسمش استودیو بی هستش که اصلا ربطی به دانشگاه نداره. دانشگاه اونو خریده، کلیداشو به بچه‌های معماری میده که 7 روز هفته 24 ساعته میتونید برید اونجا از امکاناتش استفاده کنید، درس بخونید، تا صبح بمونید درس بخونید، اینترنت و آشپزخونه اینا داره. مثلا بچه‌ها دیگه میرن کارهای عملی و گروهشون اونجا انجام میدن. خیلی دانشگاه خوبیه، خیلی امکانات خوبی داره. این شهرهایی که مثلا تو این ستا پخش شده، اگه درس بخونید هزینه زندگی پایینه و خب ویزای آلمان میدونید که سالی 120 روز اجازه کار دارین، ماهی 10 روز حالا تعطیلات میتونید بیشتر هم کار کنید، میتونید با این درآمدی که به دست میارید کار میکنید، حتی یه پسنداز هم کنید، چون شما توی یه شهر بزرگ مثل کلن و مونیخ و اینا زندگی نمیکنید که از اینای زندگیتون زیاد بشه. حالا اگه میخواین دقیقاً بدونید چه رشته‌ای دقیقاً دانشگاه ما ارائه میده، خب بیاین سایتش رو زیر میذارم کلیک کنید، اون پروگرام‌های مستر رو میاره براتون، میتونید چک کنید که ببینید چه رشته‌ای از دوست دارین بیاین کار کنین، درس بخونین. و گفتم که اونایی که دوست ندارن رشته خودشون ادامه بدن، فقط میخوان یه بیان آلمان، فقط اونایی که فقط میخوان بیان آلمان، بیان کارآفرینی رو اپلای کنن، بیان اینجا قشنگ. هندی ها همش دارن میان، بزن که هندی بیاد خب هم وطن خودم میاد اینجا، یه 2 سال درس میخونه، ویزه آلمان رو میگیره، تو آلمان زندگی میکنه. دقیقاً الان بهترین فرصت این رشته برای کسایی که نمیخوان درس بخونن و فقط میخوان بیان آلمان این رشته است. خب پاشید بیای اینجا 2 سال هم حالا مجبور دانشجو بمونید، درس بخونید، بعدش دیگه کار پیدا میکنید تو رشته لیسانس خودتون یا همون رشته کارآفرینی، هر کاری، چون راحت آلمان زندگی کنید دیگه. یه فرصتی ایجاد شده، از اونایی که دوست دارن از دستش ندن. بله میدونم تمکن مالی میخواد، گرونه، حالا همه اینا رو میدونم و اگه شرایطشو دارین امیدوارم اگه دوست دارین بتونید بیاید پذیرش بگیرید و ویزا بشید. اگه در مورد دانشگاه ما بازم سوالی دارید حتما بپرسین، جواب میدم. در مورد کمپس دتمولد اگه خواستید ویدیو درست میکنم، کمپس دتمولد هم
معرفی میکنم. هوکستر نمیرم، دوره، چیز خاصی هم نداره، سرچ کنید براتون میاره، ولی دت مولد خواستید میتونم ویدیو بگیرم براتون نشون بدم. بعد اگه هر سوالی دارید بپرسید، اگه هر سوال دیگه‌ای دارید بپرسید، خوشحال میشم جوابتون بدم. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.